قنتون در چند سال گذشته مدام بالاتر میره رعایت میکنید اما تغییری نمیبینید نه در قند ناشنا نه در وزنتون احتمال خیلی زیاد شما مقاوم به انسولین شدید مقاومت به انسولین یک آرزه بسیار شایع هست که کمتر کسی راجبش صحبت میکنه این مسئله ریشه خیلی از سرطان ها و همینطور بیماری های قلبی عروقی هست با اینکه اکثر مردم فکر میکنن راه برگشتی ندارن اما راه برگشت وجود داره و راه برگشت فقط ورزش کردن و کم کردن وزن نیست با من باشید تا در این قسمت درک بهتری از پیش دیابت و مقاومت انسولین پیدا کنید تا خودتون رو از بیماری هایی که در راه هستن در امان نگه دارید من فرشید جلیلیان نه پزشک هستم و نه سعی میکنم باشم من یه مشاور و مربی منابع انسانی هستم که در زمینه تغذیه و ورزش خیلی مشتاق، کنجکا و فعال هستم. تو کانال یوتیوب تجربیاتم و اطلاعات جدید از مقالات و پادکست های مختلف رو با شما به اشتراک میذارم که تا شما هم بتونید استفاده کنید. و با تنی سالم از دکتر و هزینه های غیر ضروری دور بمونید. برای شمایی که تا به حال بیماری های دیابت یک و دو رو شنیدید اما پیش دیابت رو نه باید یه مروری بکنیم. پیش دیابت که به نظر من اسمش رو باید میذاشتن دیابت نوع سه یک مرحله قبلتر از دیابت نوع دو قرار داره. دیابت نوع یک پانکراس شما انسولینی به اون صورت اصلا ترشو نمی باز نشسته شده. نوع دو ترشو میکنه ولی به اندازه کافی نه. خسته است. آخرای خدمتشه. و پیش دیابت اما یا اونجوری که من دوست دارم صداش کنم نوع 3 پانکراس انسولین می میکنه زیاد هم می میکنه ولی دیگه سلول ها پاسخگو نیستن ببینیم چی میشه که سلول های بدن سرکش میشن و در مقابل انسولین مقاومت میکنن داستان از این قرار هست که زمانی که شما چیزی میل میکنید بسته به اینکه چی باشه قند قند یا قند کربوهیدرات پروتئین یا چربی مقدار گلوکوز در خون بالا میره. گلوکوز خون به شدت در بدن تحت مراقبت هست تا نه پایین بیاد و نه بالا بره. بین 75 تا 95 میلی گرم در دسی لیتر. بالاتر بره مقص سمی میشه، فرد به کما میره، اینجا باید ارتباط دیابت و آلزایمر براتون جالب شه که بهش میرسیم در قسمت های بعد. سابسکرایب کنید تا از دست ندید. اما پایین هم بیاد باز داستان میشه و فرد به کما میره. اینه که بدن مکانیزمی می داره که قند خودش رو در صورت لزوم پایین بیاره یا بالا ببره بالا بردن که با کبد هست و اگر شما چیزی نخورید مقداری چربی آب میکنه و گلوکوز میفرسته توی خون پایین آوردن با انسولین هست وقتی انسولین در خون آزاد میشه را میفته دونه دونه سلول های مختلف سر میزنه در میزنه میگه گلوکوز زیادی داریم یه چند تا به قلامی قبول میکنید سلول ها اگر جا داشته باشن قبول میکنن نه که مرا معرفتی باشه قبول میکنن و میسوزونن نیاز دارن به عنوان انرژی اما مشکل کجاست وقتی که شما قند زیادی مصرف کنید و همینطور پشت هم و مرتب و عده های مختلف بخورید تحرک خاصی هم نداشته باشید که خب یه چند سالی میگذره و گلوکوز در عروق بیشتر از گلوکوز مصرفی میشه حالا این دفعه انسولین تکی نمیره در سلول ها تیم ده نفره میبره یعنی انسولین بیشتر میشه هرچی اصرار میکنن اما یه مقدار گلوکوز از تو خون محض رضای خدا بردارید سلول ها میگن نه این سلول اون سلول هیچ کس قبول نمیکنه نه که نخوان نیاز ندارن جا ندارن اینجا مقاومت به انسولین به وجود میاد تنها سلول هایی که در و پیکر ندارن سلول های کبد هستن گلوکوز سرش رو میندازه پایین میره تو کبد کبد خدایی خیلی ارگان با صبری هست یه نگاهی به قسمت چهارم راجع به کبد بنرزید نه تنها گلوکوز میره به سمت کبد بلکه سایر قندها مثل فروکتوز در میوهجا لاکتوز در لبنیات و قندهای مصنوعی مثل ساکروز همگی میرن به سمت کبد چون هیچ سلول دیگه ای در بدن اینها رو قبول نمیکنه همگی هم تبدیل به چربی شده و ذخیره میشن تا بلکه قند خون بدن پایین بیاد یعنی در پیش دیابت تنها راه بدن برای پایین آوردن قند خونش تبدیلش به چربی و ذخیره اون در اطراف شکم هست مسلما این امر دو مشکل داره اضافه وزن و فشار مضاعف به کبد اینجای کار باز قند خون ناشتا فرد احتمالا زیر 130 هست که اگر دکتر بدی برید میگه عزیز ورزش کن وزنتو کم کن چیش ما دیگه بیا پیشم نصیحت اولش خوبه اما دومی کاملا بیخود دکتر خوب اما میاد میگه خب شما وضعت خوب نیست برو یه تست ایوانسی بده این تست میانگین قند سه هست و اون دقیق تر میگه شما چقدر به دیابت نزدیک هستید اما دکتر فوق خوب میگه یه تست استرس انسولین هم بده یه دفعه ببینیم انسولین در چه وضعی است قبل از اینکه دو کیلو برات دارو بنویسم همیشه گفتم تست قند خون ناشتا خیلی بیخود و بیفایده هست برید سراغ تست های بهتر صبر نکنید تا دیر شه خب تا اینجا دیدید که مشکلات از میزان بالای گلوکوز در بدن شروع میشه یه مثال میخوام براتون بزنم یه وان آب رو تصور کنید پر از آب که داره لبریز میشه این وان معادل یه سلول پر از گلوکوز هست که دیگه جا نداره و داره لبریز میشه چکار میکنید وقتی به همچین وان آبی برسید که داره همه جا رو خیس میکنه خب راه خیلی ساده است اول از همه شیر آب رو میبندید که چی بشه که دیگه آب جدیدی یعنی گلوکوز جدیدی وارد نشه پس گلوکوز دریافتی رو خیلی کم یا قطع میکنید از اون بهتر راحل دوم میزان خروج آب رو بیشتر میکنید پس دست میبرید راه رو آب باز میکنید اگر کیپ اگر هرچی هست که خروج اتفاق بیفته که آب خالی بشه که به عبارتی در سلول ها این گلوکوز مصرف بشه سعی کنید انرژی بیشتری بسوزونید انرژی بیشتر سوزوندن معادل گلوکوز بیشتر سوزوندن در سلول ها هست اگر بخوام ساده و مفید بگم واقعا همینه شاید بگید این که شد همون داستان کالری دریافتی و مصرفی خیر خیلی, خیلی فرق میکنه من حرفی از کالری نزدم تمام حرف من راجع به گلوکوز یا قند هست اگر جواب ساده میخواستید همین بود میتونید ویدیو رو ببندید و برید لایک like هایتون نره اما خب ولی اگر با جزیات بیشتر میخواین یه خورده دیگه با من باشید اول بگم نصیحت های بد و اشتباه چیه که انجام ندیم و بعد راه حل درست و ایدئالشون چیه نصیحت اول که زیاد شنیدید اینه که چربی نخور محصولات کم چرب مصرف کن برای همین با اصل موضوع شروع کردم که بدونید مشکل از گلوکوز هست نه چربی چربی خوب به مقدار ناچیزی باعث ترشح انسولین میشه چون سلول ها رو برای سوختی مثل چربی در رو باز میذارن پس نیازی نیست که انسولین بیاد و اونا رو را بده چربی خون هم مثل قند خون محدود به بازه خیلی کمی نیست میتونه بالا یا پایین بره کلی دستش بازه یه آب از آب تکون نمیخوره اگر چربی یه مقدار بالا بره یا یه مقدار پایین بیاد وقتی چربی نخورید مسلما قند بیشتری میخورید همیشه از خودتون بپرسید اگر محصولی که به صورت سنتی چربی داشته حالا روش میزنن کم چرب پس چی توش داره چربی رو ازش گرفتن چی جایگزینش کردن که مزه آب نمیده قطعا نوعی از کربوهیدرات پس در آخر قند خون شما بالاتر میره دنبال مصرف چربی های سنتی و با کیفیت باشید روغن های محلی زیتون برای مثال ولی از چربی های گیاهی مثل مارگارین یا ذرت دوری کنید نصیحت بعدی اینه که میگن لاغر شو وزن تو بیار پایین قندت بهتر میشه این کار بد نیست اما بیخوده چرا بیخود اگر ابتدای صحبتم خاطرتون باشه گفتم که بعد از پر شدن سلول ها از گلوکوز ما بقی در کبد تبدیل به چربی شده و در شکم ذخیره میشه این خیلی مهمه پس اضافه وزن نتیجه مقاومت به انسولین هست نه برعکس وقتی دکتر بهتون میگه برید وزن کم کنید شما و شاید حتی خودش فرض رو بر این میذارید که مقاومت به انسولین نتیجه افزایش وزن هست این اشتباه شما رو گمراه میکنه فکر میکنید اضافه وزن مشکل اصلی شما هست اما خیر این اضافه وزن نتیجه یک مشکل دیگه هست یعنی همون مقاومت به انسولین همیشه میگم اضافه وزن نتیجه یا علائم یک بیماری هست نه خود بیماری پس به جای تمرکز روی اضافه وزن تمرکز رو بذارید روی مقاومت به انسولین راهکار بعدی که برای مقاومت به انسولین بهتون میگن احتمالا خوردن وعده های غذایی کوچیک با تعداد بیشتره این دیگه خیلی تیپیکاله همه جا حتما میشنیدید کم, کم بخور همیشه بخور بیاین ببینیم مثلا چی میشه وقتی که این اتفاق میفته صبونه میخورید قند میره بالا انسولین هم پشت سرش میره بالا ولی موفق میشه قند رو بکشه پایین دو ساعت بعد میان وعده میخورید دوتا میوه انسولین که هنوز پایین نیمده دوباره باید بره بالا یه ذره سراشیبی میشه دوباره این دفعه وقت نهاره دوباره میره بالا تا شب یک سر همین داستان تکرار میشه این یه ترن هوایی این انسولین خون میره بالا هنوز پایین نیمده باز میره بالا این امر اصلا برای ما انسان ها طبیعی نیست قسمت دوم این کانال نگاهی به تکامل داره ببینید حتما متوجه میشید که چرا طبیعی نیست اما چی طبیعیه خب مثلا 6 ساعت بخورید بعد 18 ساعت نه میشه روزه این 18 ساعت به انسورین حسابی اجازه میده تا روی زمین پایین بیاد همین که مقدارش کم بشه بدن فرصت میکنه نه تنها اون قندهایی که خوردید رو بسوزونه بلکه مقداری هم از زخیرهای چربی ور میداره و تبدیل به گلوکوز میکنه و میفرسته توی عروق تا قند خون خیلی پایین نیاد پس انسولینتون اگر اومد پایین بعدش وزن هم کم میکنید این رو برای افرادی میگم که مدام میگن وای من سه ساعت چیزی نخورم قش میکنم خیر قش نمیکنید قندتون میاد پایین تر از حد نرمال و کبد از چربی هاتون مقداری قند به عروق میفرسته پس نگران نباشید مگر اینکه کبد ندارید مورد بعد ورزشه ورزشی که اصولا دکتران میگن به لغت و تنهایی اوکی خوبه ورزش به هر نحوی عالی هست در هر سنی که میخواین باشید اما به قول ترکا اما مهم چیزیه که اثر ورزش رو بیشتر و در آخر مفید میکنه ببینید شما اگر ورزش هوازی کنید یا راه برید مثلا مادامی که ورزش میکنید سلول های شما گلوکوز مصرف میکنند یعنی نیم ساعت راه میرید توی این نیم ساعت خب گلوکوز میسوزونید نه قبلش نه بعدش اما این چیزی که میخوام بهتون بگم مثل ادویه یا آشپزی میمونه باید بدونید که سلول های گلوکوز زیادتری مصرف میکنن برگردیم به مثال وان همما چهرابشون خیلی بزرگتره و از هر چقدر سلول های عضله بیشتر داشته باشید قاعدتا مصرف گلوکوزتون هم بیشتر میشه مصرف بیشتر گلوکوز راحت تر و بدون دخالت انسولین پایین تر میاد حالا چطور از این وانهای خوب داشته باشیم منظور سلول های عضله خب باید عضله بسازید احتمالا الان به پروتئین فکر میکنید برای افزایش حجم عضله به پروتئین نیازه اما کافی نیست عضله به هیچ وجه با خوردن به وجود نمیاد وزنه باید بلند کنید بشین پاشو برید اگر جوون هستید که مستقیم برید باشگاه بدنسازی اگر سنتون بالاست یواش یواش شروع کنید به بلند کردن چیزهای کوچیک و بزرگ اطرافتون البته به صورت اصولی حتما در آینده قسمتهایی رو به حرکات ورزشی ساده ولی واجب اختصاص میدم دنبال کنید که از دست ندید اما خلاصش این که شما نیاز به بافت ازوله دارید ازولات حجیمی مثل باسن و ران وقتی عزله داشتید دیگه فقط تو نیم ساعت حین ورزش کلکوز نمی سزونید. تا ساعت بعدش هم باز سلولهای های تشنه هستند و اگر پسر یا دختر خوبی باشید و چیز زیادی نخورید میتونید امیدوار باشید که نه تنها قند خونتون رو بخورن بلکه مقداری از چربی هاتون رو هم به عنوان سوخت مصرف کنند. <applause> یه پرواز اینجا باز کنم این داستان خیلیاتون هست بافت عضله فوق العاده چیز مهمیه و ما خیلی بهش توجه نمی کنیم. فردی رو تصور کنید در 20 سالگی ورزش خاصی نمیکنه، 50 کیلو هست و سایز XS می پوشه. چند سال میگذره وزنش همون 50 اما دیگه اسمال می پوشه. 5 سال بعد وزن باز همون حلوش 50 و 53 چیزی اضافه نشده اما دیگه میدیوم در بهترین روزش می پوشه. چه اتفاقی داره میافته؟ همش میره روی ترازو و میگه من که چاق نشدم خب حقیقت اینه که فرد چون از ازولهاش استفاده نمیکنه داره اونها رو از دست میده و از طرفی داره چربی جمع میکنه میدونیم که ازوله در حجم یکسان خیلی سنگین تر از چربی هست پس در آخر وزن شما همونه اما سایزتون داره هی بیشتر و بیشتر میشه این یکی دلایلی است که, که میگم ترازو رو بندازید دور مهم نیست مهم اون حجم ازوله و چربی های شماست و در آخر سایز شما خیلی از افراد به استرس اشاره می کنند و خوبه که بدونید آگاه باشید و به دنبال کاهش اون باشید اما چرا استرس باعث بالا رفتن قند خون میشه خودش یه داستان فوق العاده قشنگ اما مفصل هست توی قسمت هشتم کاملا توضیح دادم حتما اون رو ببینید یه مقداری تاریخ هم توشه اما بدونید که نباید از استرس فرار کنید در زندگی همیشه استرس خواهد بود همیشه چیزی پیدا میشه که اذیت کنه راه بهتر برای مقابله با استرس قویتر شدن و جنگیدن با استرس های واجب هست استرس های بیخود رو هم که فقط یاد میگیرید خیلی توجهی بهشون نکنید رد تماس کنید بره مورد بعد حتما شنیدین فلان چیز برای قند خوبه زیاد شنیدید دیگه سیب کدو جو تخم کدو حلوایی بامیه آخری رو خودم خیلی دوست دارم اما اینها به این صورت عمل نمی کند که بخورید و قند خونتون پایین بیاد خیر تمام مواد غذایی که به اسم خوب بودن برای قند به شما فروشند، در بهترین حالت اگر دروغ نباشن فقط و فقط به این معنی هستن که قند رو خیلی بالا نمیبرن یعنی بالا میبرن اما به نسبت خ... خیلی از مواد غذایی دیگه کمتر همین حالا یعنی نخوریم خیر بخورید اما این رو بهش آگاه باشید که روزی سه تا سیب نیم کیلو تخم کدو و غیره پشت به پشت هم بخورید هیچ کمکی به شما نمیکنه. برگردیم به مثال وان مثل این میمونه که شیر آب رو بستید بعد با سطل دارید آب میریزید توش سطل یعنی سیب برای مثال تنها چیزی که این وان رو خالی میکنه یا به عبارتی سطح گلوکوز خون شما رو پایین میاره فرصت دادن بهش است اضافه نکنید بهش فرصت بدید یه تکون ریزی بخورید یه ورزشی خالی میشه پایین میاد مورد بعد رژیمای قرتی و شیک هست این رژیما رو من اینجوری صدا میکنم اصولا همه اینطوری هستن که خب صبح شیش هفت تا خرت مختلف که حوصله و حتی توان جویدنشون رو هم نداری بریز تو مخلوط کن هرچی دم دستت میاد اضافه کن که یه ذره خوشمزه بشه و صبح زور و شب 14 روز پشت هم اینو بخور نه تنها قندت خوب میشه لاغر میشی کبدت خوب میشه همه اینا برات خوبه این حرفا چرتوپرتی بیش نیستن این اسموتی پر از مواد اولیه مختلفی هستند که شما اصلا نمیتونید همه را جدا جدا بخورید انقدر زیاد و سنگین میشه این یعنی حجم فوق زیاد از قند این قند که معمولا از میوه‌جات هم میاد یعنی فشار بیشتر به کبد در آخر هیچ کمکی به شما نمیکنه چرا یه ماش اینفلوئنسر لاغر مردنی میبینید که اینجوری زندگی میکنن خب اونهایی که جوون هستن هنوز به انسولین مقاوم نشدن در شما نمیدونید اون فرد چقدر تحرک داره یا چیکار میکنه در روز بعضی مواقع هم این تبلیغات رو میکنن چون عموم مردم دوست دارن بشنون ولی خودشون اصلا انجام نمیدن و مثل این نیمونه که من همچین چیزی رو دوست ندارم ولی چون عموم مردم دوست دارن بیام یه ویدیو درست کنم و کل این چیزها رو با هم قاطی کنم و بگم آه ببینید اینو من میخورم و این شکمم تخت دارم دروغ میگم دیگه چرا دروغ میگم چون میخوام فالوور جمع کنم چون میخوام چیزی رو به شما بگم که دوست دارید بشنوید این اینفلوئنسر های سن و سال دار هم سن و سال دارتر هم تو سی و خورده ای کل کله پا میشن یا بیخیال این رژیم ها میشن یا بعضیشون هم اینطوری تو سن پایین میمیرن اصولا هر جا دیدید تبلیغ کرد لاغری در یک هفته یا دو هفته فقط چربی های فلان جا رو آب کن بدونی دروغی بیش نیست این سبک کلاه ها برای سالهای زیادی مدام تکرار شده وقتتون رو حروم نکنید یاد بگیرید بدن چطوری کار میکنه و بعد خودتون مشکلتون رو حل کنید موارد ریز دیگه ای هم هست که اشاره میکنم کنم. قطعا مصرف کربوهیدرات رو کم کنید. با پروتئین و چربی خوب جایگزین کنید. همینطور به دنبال فیبر بیشتر در کربوهیدرات باشید. اگر کارب میخواید مصرف کنید حداقل اونی رو مصرف کنید که مقدار خوبی فیبر داره برای مثال برنج قهوه‌ای به جای برنج سفید از طرفی آب زیاد بخورید دقت کنید که گفتم آب نه قهوه نه چای نه دوغ نه آب میوه آب آب یعنی آب خالی اینقدر دنبال چیزی نباشید که اضافهش کنید در آخر بدونید همه چی برمیگرده به قند قند به هر شکلش براتون در کوتاه مدت اضافه وزن و در بلند مدت صد و یک بیماری مختلف میاره میخواد میوه باشه یا شیرین کننده مصنوعی طبیعی هاشو به حداقل ممکن برسونید و مصنوعی ها رو برای همیشه قطع کنید هیچ اتفاق بدی نمیفته تازه مثل اجدادمون زندگی میکنیم که خیلی از من و شما سالمتر بودن مسائل مربوط به پیش دیابت تموم نشده و حالا حالا تموم نمیشه قسمت های زیادی رو در آینده بهش اختصاص میدم ممنون که تا اینجا این ویدیو رو تماشا کردید امیدوارم براتون مفید بوده باشه اگر بود با دوستان و عزیزانتون به اشتراک بذارید تا اونها هم بتونن استفاده کنن برای حمایت از من میتونید به این کانال سابسکرایب کنید در گروه های مختلف لینکش رو به اشتراک بذارید این کارتون به من کمک میکنه تا بیشتر امسال این ویدیو تولید کنم پیش پیش ممنونم و امیدوارم که دنبال کنید چون ویدیوهای خیلی جالبی در راه است موفق باشید تا بعد